سلام بچه ها، به کانال گیم فیکشن خوش اومدید. من ماهین هستم و تو این ویدیو Let's Play بازه Grand Theft Auto 3 The Definitive Edition رو داریم با هم دیگه میریم و این بازی روی PS5 رکورد شده و ضبط شده و متاسفانه به دلایلی این بازی کامل نیست گیم پلیش و وسطاش دیگه ضبط نشده و از اونجایی که من خودم PS5 ندارم برای همین مجبور شدم به گیم نت برم و از اونجایی که مطمئنم همه تو میدونیم کسی دیگه رعایت حال تو رو نمی کنه و سر صدا زیاد میکنه، برای همین من فقط رفتم اونجا گیم پلی رو ضبط کردم و توی ادیت دارم صدا گذاری میکنم برای شما و اینم که کاتسین اول بازی مطمئنم دیگه همتون این کاتسین رو دیدید اگر فن جی تی ای باشید. این کاتسین همونطور که فکر کنم همتون دیگه بدونید، این کاتسین اولی روی یه تیکه از مپی ساخته شده که اصلا توی مپ بازی وجود نداره و صرفا راکستار برای ساخت این کاتسین اولی اومده یه تیکه از مپی رو ساخته و این کاتسین رو روش ضبط کرده و توی جی تی ای 3 این مپ معروف به مپ روح یا حالت گوست مپ بشه، یعنی مپ روحی. و آره این مپ با یه سری چیت و ترینر میشه رفت رو اون مپ، ولی در این حدی نیست که بتونی کار زیادی روش انجام بدی. خلاصه که دیگه حرف زیادی نزنیم بیاریم سراغ این لتس پلی بسیار جذاب. خیلی خب، همطور که میدونید کاتسین اول بازی وقتی که کلاود بهش خیانت میشه، پلیس داره با دو تا هم با قولی هم سلولی و هم زندانی داره میبرنش به زندان که یکی از اون زندانی ها خیلی آدم معروفی بوده. این بمب هم که داریم میبینیم یکی از اون زندانی ها خیلی آدم معروفی بوده و گنگ خفنی داشته، برای همین میان جلوی پلیس رو میگیرن و اون زندانی رو آزاد میکنن و اینا هم این دوتا هم به شانسشون میخوره و آزاد میشن، یعنی دیگه پلیسا رو میزنن و خیلی راحت آزاد میشن و میرن کار خودشون رو انجام میدن. دیالوگ هم که خیلی سمیه، کلا واقعا دیالوگ های خیلی عجیب غریبی داره. خلاصه و حالا فقط صدای مش زدنش رو میخوام توجه بکنید. بله، صدای مش زدن این شکلی، حواستون باشه. خیلی خب بریم که Let's play کم کم شروع کنیم دیگه. در جان این بمبم که الان همتون میدونین منفجر میشه و این پل بسیار زشت بخشش از بین میره. آره، من خیلی با جی تی 3 خاطره خاصی ندارم، در حد یکی دو ساعت گیم پلی ازش خاطره دارم و مراحل اولی بازی رو بلدم. خیلی خوب، بریم سراغ گیم پلی و واک ثرو. بزن بریم کاتسینا قشنگ یه حالت ساختگی با آدم میده، یعنی انگار از اول ساخته شده به جز اون صحنه بمبه. ولی خب بریم سوار ماشین بشیم و give me liberty، به من آزادی بدهید. بله خیلی خب، خوشبختانه این بازی GPS داره و واقعا میشه گفتن جز تنها نکته های مثبت این بازی است، چون قبلا واقعا خیلی سخت بود، مخصوصا تو GTA 3 که خود جی تی 3 کلن مپ هم نداشت، یعنی مپ رو نمیتونستی باز بکنی. باز تو جی تی وایس سیتی مپی بود، ولی تو جی تی 3 اصلا گزینه برای باز کردن مپ وجود نداشت. آره، خلاصه که بریم این میشن رو شروع بکنیم و فکر کنم خیلی ها با جی تی 3 خاطر داشته باشن. اینم اولین سیو روم بازی هستش. بله، بریم لباسامون رو عوض بکنیم. دوستان یه سری ایرادات داشت این بازی GTA تریلوژی Definitive Edition که مادسازا تقریبا بهترین و بزرگترین ایراداتش رو حل کردن، یعنی بزرگترین تو چشته ایراداتش. و یکی از مشکلاتی که از نظر مادسازا وجود داشت و اونا حذف کردن، یه ماد دادن گفتن میتونی نصب کنی تا این حل بشه، این بود که جی پی اس رو از روی مپ ور می‌داشتن بخواد اینکه بیشتر حس اون نوستالژی به آدم بده. ولی خب به نظر من اینطوری نیست، جی پی اس خیلی راحت تره باز حداقل. لویجیز گرلز، دخترای لویجی. خیلی خب، ببینیم که ماموریت از چه قراره. میگم جا بایستاره تا من برم با لویجی صحبت کنم و کلاود حالا نمیدونم چی گفتن
فکر کنم اسمش کلاود باشه. کلاود هنوز لاله و نرفته. عجیبه که یکی دیگه میاد. بله یه فکری باید به لال بودن کلاود بکنم. دلیلی هم حتی نداره که مثلا من سرچ میکردم که چرا کلاود لاله. دلیلی وجود نداشت و توی سایت های مختلف نگاه کردم دلیل خاصی واسش نمیگفتن و خیلی میگفتن به خاطر پول بوده، یعنی هزینه گرفتن یک صداگذار برای شخصیت کلاود رو راکستار انجام نداده بود اون سال. ولی خب مهم نیست، بریم اول میشن رو شروع کنیم. یه منظورش یه ماشین بگیریم. خیلی خوب ماشین گرفتیم و بریم ببینیم که باید کجا بریم. میریم دنبال یه کسی اگه اشتباه نکنم. دو چیزی که من یادم میاد. بله بله اینو فکر کنم بشناسید. میستی نفهمیدم چی گفت درست ساری. بله حالا ما از اونجایی که تقریبا بلدیم خیلی به جی پی اس اهمیت نمیدیم و جی پی اس توی بازی واقعا بعضی وقتا بد عمل میکنه. مثلا اون جی پی اس میاد جی پی اس دقیق رو وارد میکنه، مثلا خیابونای یه طرف و فلان و اینا رو در نظر نمیگیره. مثلا یعنی در نظر میگیره مثلا خیابونی که یه طرف هست و نمیاد بذار که اگه از اینجا رد چی آسون تر میشه. اینم به نظر من خودش یه مشکله، نمیدونم چی بگم. خیلی خب بریم ببینیم میشن بعدی چیه. Don't spank ma. بله بله Luigi said to give you this, so here take it. لویجی گفت که اینو بگیر. خب بیا اینجاست بگیرش. بله and introduce a bat to his face, then take his car, respray it. I want compensation for this insult. الان این نوشته رو به صورت وایس اون لویجی خون برای ما. و چقدرم عصبی بود. بله خیلی خب باید بیسبال بات بگیریم یا همون چوب بیسبال. یک ماشین بسیار بسیار با کلاس هم میگیریم. بله این ماشین خیلی چیزه، ماشین خوبی از لحاظ تیراندازی میونه، یعنی تیر بزنم جونش بیشتره، بیشتر دووم میاره. خیلی خب بریم که اون ماشینی که یعنی اون کسی که گفته بود رو بکشیم و ماشینش رو ورداریم. اینطوری گفته و فکرم گفت یکی بهت میگم باید بری بکشی ماشینش رو ورداری و بعد ریسپریش کنی، یعنی دوباره رنگش بزنی تا مشخص نمیشه. این طرف بود. خیلی خب از اونجایی که حال نمی کنم با اینکه بیام بکشمش، یعنی زیرش بگیرم و میخوام حتما بزنمش، قشنگ یه چند تا مشت و با بیسبال بات میزنمش. خیلی خب بریم. گفت که اینو وردار و ببر ریسپریش کن، دوباره رنگش بزن. بریم و ریسپریش کنیم. ریسپری کردن معمولا برای لول پلیس، لول داون کردن پلیس خیلی کار جالبی بود توی جی تی ای و خیلی هم عجیب غریب و خنده‌دار بود توی جی تی ای های مختلف. من میدیدم دیگه ما میرفتیم و جلوی پلیس، حتی پلیس هم پشت سرمون داشت میومد، میرفتیم این تو خیلی راحت در این در گاراژ بسته میشد، باز میشد با یک رنگ جدید و تمام. پلیس کلا ما رو فراموش میکرد. متاسفانه این یکی از باگ های بازی بود. من نمیدونم چی شد اومدیم بیرون این چراغش این شکلی شد. ولی خب از گرافیک واقعا خوب و لذت بخشش باید آدم لذت ببره و باهاش حال کنه. موقعی که داشتم بازی میکردم با گرافیک 4K 60 فریم بود و خیلی واقعا حال میداد با آدم. ولی خب در حد 4K که من نمیتونستم ضبط کنم، 4K خیلی دیگه حجمی برد و سیستم ادیت 4K رو هم ندارم. دقیقا هم همون ماشینه. مسخره است. خیلی خب بریم ببینیم بعدی چیه. Drive Misty
for me. Hey, I gotta talk to you. All right, Mick, I'll talk to you. اون دختر است بکنم. میگه گفت که برو میستی همون دختره که برداشته بودیم و گفت سوارش کرده بودیم گفت برو اونو بردار ببر به آدرسی که بهت میدم گو پیک تاپ میستی برو میستی رو بردار خیلی خوب میانی برش میدیم فکر کنم یه آدرس داره گفت بریم ببرم ایش رو میکنم بزن تا میاد آدم سابتایتل رو بخونه سریع سکیپ میکنه خیلی خوب بزن بریم یه آدرس داده خیلی خوب باید بریم به اون آدرسی که داده و اونجا این خانوم سوار کنیم یعنی پیاده کنیم و به اون طرفی که به ما گفته برسونیمش و اونم لابد یه میشن جدید میده و یک فرد جدید احتمالاً معمولت های جی تی ای 3 خیلی به هم مرتبطن یعنی توی ماموریتی که بهت میدن یه ماموریت دیگه در میاد کلاً یه همچین حالتی دارن و به نظرم خیلی جالبه خیلی خوب این آدرس هستش بله your auto painting میشه نمایشگاه که نه جایی که ماشین شما رو رنگ میکنیم یه همچه اسمیه اسمش هم مثل این که جوی هست بله خیلی خب بهم چی میگه؟ میگه لویجی بهم گفت که تو آدم خوب درست حسابی هستی خیلی خب پس بیا این کار انجام بده یک خیلی خب میشن هست بریم بریم چی میگه؟ پشمندیش هستن میشن خودش رو بریم Mike Lips Last Lunch بله صحنه تریلر دقیقا این صحنه تریلره خیلی همالی Lips Last Lunch نمیدونم به چه معنا میشه حالا میریم عملیاتش انجام میدیم و معلوم میشه احتمالا آخرین روزهای زندگی منظور میشه مایک اسمشه و اون فردی که تارگت که میخواییم روش حرکت بزنیم خیلی خب به ما 6 دقیقه زمان داده که اون کار که به ما گفته رو انجام بدیم پس بزن بریم این 6 دقیقه که اینجا زمان داده هولوش 5 ساعت و خورده مثلا توی بازیه توی بازی هر مثلا 1 دقیقه در حد 1.5 ثانیه میگذره و یعنی 6 ساعت به ما زمان داده نمیدونم منطقی نداره دیگه بازی های جی تی ای متاسفانه یعنی حتی همین جی تی ای وی هم این مشکلات هست رد زمان میده بعد اگر بخوایم از نظر زمان بازی حساب کنیم و نگاه کنیم مثلا 2 دقیقه زمان میده یعنی اینگاه 2 ساعت زمان میده آره یکم عجیبه خیلی خب بریم به اون محلی که به ما گفته بود احتمالاً یه ماشینی باید بله یه ماشین اینجاست باید چیکار کنیم باش بذار ورش داریم و میگه که باید داریم به 8 balls 8 ball هم که دیگه فکر کنم همه تون بدونین چیه دیگه 8 ball و ولی این 8 ball خب فرق میکنه اگر به لوگوی جایی که داریم میگیم و اسمش هم مثل 8 ball دقت کنین لوگو شبیه به چیه؟ شبیه به یک بمب هستش و مثل اینکه باید این ماشین بمب گذاری بکنیم احتمالاً حالا من که بازی کردم ولی خب احتمالاً باید ماشین رو بمب گذاری بکنیم بعد ماشین رو ببریم بذاریم سر جاش و وقتی که گذاشتیم و طرف سوار شد بمب رو میتره کنیم تا بمیره بعد و خب نیازی که این کار رو انجام بدیم و درستش کنیم پس بزن بریم ماشین رو بذاریم
سر جاش. و جالبش اینجاست که پلیسای این بازی خیلی پلیسای سختگیری هم، یعنی از به نظر من این پلیسا واقعا پلیسای وحشتناکی هم. از جی سن اندریاس حالا بدتر نیست، ولی خب این میشن هم یک بدی که داشت این بود که قشنگ باید ماشین یه جور خاصی پارک میکردی، هر جوری رو قبول نمیکرد و گیر میداد، کلی با جلو عقب میکردی تا دقیقا روی خطا قرار بگیره و روی جایگاه آبی. خیلی خب مثل اینکه گیر داره، باید بمب رو فعال کنیم احتمالا. نه خیلی خب بمب رو باید فعال بکنیم. حالا بمب رو فعال کردیم و منتظریم تا اون طرف بیاد و حاج آقا اومد سوار ماشین میشه و مطمئنن دیگه همه میدونی چی میشه. خیلی خب بله، از رو پله آروم اومد و سمت ماشین اومد دوید. بله تمام شد کارش. میشن پس $10,000 پول داد توی جی تی سن اندریاس. $10,000 پول رو میشد کاش یه خونه خرید داخل، ولی خب این پولایی که میده هم لکیه دیگه، هزینه هایی هم که انجام میدی به همین پولیست. یا یه گان میخری $5,000 مثلا، یه همچین هزینه هایی داره و بله اینطوری. خیلی بریم میشن بعدی رو انجام بدیم. میشن بعدی مربوط میشه به لویجی و بله حالا اگه پولیس ها ویل کنن که ویل نمی کنن همه میدونم. خیلی خوب ازم بریم. و دوستان از اینجای ویدیو به بعد متاسفانه ضبط نشد، یعنی این میشن لویجی ضبط شد ولی وقتی که میشن تموم شد دیگه ضبط نشد، تا یه جایی که فهمیدم و گذاشتم ضبط میشه. حالا شما به بزرگی خودتون ببخشید. بریم سراغ میشن ببینیم باید چی کار بکنیم. خیلی خب این ماشین رو احتمالا باید بگیریم دیگه. جالبش اینه که به پلیس هم زدیم مثلا هیچی نشد. خیلی خب فردگی تو ماشین هم دو تا اصلا باید دو تا اصلا ها رو میکشیم و باید ماشین رو برمیداریم بازه کنیم. اگه یارو بمیره تو ایران طرف ماشین لمسش میکنه، تو فیلماش فیلمای ایرانی ماشین لمسش میکنه میمیره از روزه الان. از حالا ماشین رو ور میداریم و متاسفانه از اینجا بعد دیگه ضبط نشد و این آخرین ماموریتی است که انجام میدیم. ون هیست اسم ماموریت هستش. جویه It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. خیلی خوب بریم ببینیم که این میشن چیه و باید باش چی کار بکنیم. دمیج. خب از اونجایی که اسم میشن است دمیج، یعنی ما باید با یه ماشینی به یه ماشین دیگه اونقدی صدمه وارد بکنیم که این ماشین خراب بشه و اون شخص راننده بیاد بیرون. فکر کنم باید اینطوری باشه. باید خب بریم اون ماشین رو پیدا کنیم و کارهای لازمه رو روش انجام بدیم. ماشینش هم اتفاقا یه ماشین خیلی گولاخی است که همین راحتی هم آسیب نمیبینه. و بله درست هست ده ماشین های چی بهش میگفتم، ماشین های ضد گلوله پلیسه و برای پلیسه، ماشین هایی که باش پریزنر نمیدونم چی میشه زندانی ها رو باش هم میکردن، زندانی های مهم معمولا. خب باید اونقدر بهش دمیج وارد کنیم که یا ماشین منفجر بشه یا اون شخصی که توی ماشین هست بیاد بیرون. و واسه یه همچین کاری مثلا شما فرض کنیم به قوی ترین ماشین بازی داریم دمیج وارد میکنیم و از اونجا که قوی ترین ماشین بازی قاعدتا ماشین ما هم اونقدر بهش دمیج پیدا میشه که زودتر از اون منفجر میشه و واقعا این قضیه یکم بازی رو
سخت تر کرده بود و برای من یکم سخت شده بود. خیلی اونقدی باید بهش دمیج وارد بکنیم که دیگه کم 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 بیاره و کارش تموم بشه. یکم دیگه باید این کار بکنیم. بیره ماشین من هم کم کم فکر کنم دیگه داره در میره. باید بشه اینجاست که پولیس هم به دمیج وارد میکنن و کارش سخت تر میکنن. جدا از اینکه جلو رایتون میگیرن و میبندن، پولیس هم کلی اذیتت میکنن. و این ماشین واقعا خیلی خوبی واسه این کار، چون این یکی دیگه از قوی‌ترین ماشین های بازی هستش. خیلی خوب دیگه داره کم کم تمام میشه. درست حد زدم اون فرد، حالا به چه دلیلی ولی میمیره اون فرد و ما ماشین رو برمیداریم. و نوشته که بله بعد برمیش احتمالا به یه پارکینگی جای خاصی که این ماشین رو بذاریم توش و بعد تمام میشه. خب دوده این ماشین رو در میاد، بهتر که زودتر اون کار رو انجام بدیم. این دقیقا یکی از باگ های بازی بود که وقتی که به جایی میخوردی اصلا انیمیشنش جوری بود که انگار مثلا اونجا هنوز نشکسته شده و منتظریم که تو بشنش. خیلی خب اینو میاریم تو میذاریم و تمام، جلوی پلیس میذاریم تو و تمام، ستارا میفته. خیلی و این میشن هم پست شد و 20,000 دلار به ما پول داد. بهتر که برگردیم و سیو بزنیم. همطور که میبینیم رسیدیم. لطفا لایک کنیم ویدیو رو و از پایین ویدیو خیلی راحت کنم من سابسکرایب کنیم و زنگوله بارش رو هم بزنید. و خلاصه که لینک شبکه‌های اجتماعی من رو تصویر میاد، یوتیوب رو که مطمئنم دارید، ولی اینستاگرام بایدی گیم فیکشن رو فراموش نکنید. و اگر میخواین از اخبار کانال من مطلع بشین میتونین لینک تلگرام من رو هم دنبال کنید. و خلاصه که تا آخر ویدیو خیلی ممنون که با من همراه بودین و تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار همگیتون.